به نام خدا، بنده امید زندی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق رشته کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران. خوشحال هستیم که با یکی دیگه از مجموعه آموزشی فرادرس در خدمت شما هستیم. در این آموزش قراره که در ادامه آموزش‌های الکترونیک 1 و الکترونیک 2 که قبلا در مجموعه محترم فرادرس ضبط شده‌اند، می‌پردازیم به آموزش الکترونیک 3. برای اینکه این آموزش مفید واقع بشه، ما باید یک سری پیش نیازهای علمی رو از دروس الکترونیک 1 و الکترونیک 2 رو باید داشته باشیم که در مبحث الکترونیک 1 لازمه که با فیزیک الکترونیک، تحلیل و طراحی تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه و در الکترونیک 2 هم لازمه که با تقویت کننده های تفاضلی، تقویت کننده های توان، تقویت کننده های فیدبک و تقویت کننده های عملیاتی دانشجویان عزیز آشنایی داشته باشند تا این آموزش در سریع‌ترین زمان ممکن یاد گرفته شود. خب این در واقع پیش نیازه به صورت کامل در آموزش‌های الکترونیک 1 و 2 به صورت کامل به اونا اشاره کردیم و در این آموزش می‌خواهیم به مباحث پیشرفته‌تر از تحلیل و طراحی مدارات آنالوگ بپردازیم که از همه اطلاعاتی که در الکترونیک 1 و 2 ارائه شد از اونا استفاده می‌کنیم. خب کتاب‌های مرجعی که برای این آموزش در نظر گرفتیم رو در شکل مشاهده می‌کنید. کتاب طراحی مدارات مجتمع آنالوگ هست، نوشته آقای تونی چین. کتاب آنالیز و طراحی مدارات مجتمع هست، برای آقای گری. الکترونیک دیوایسز هست، نوشته دکتر تامسون. و همینطور کتاب میکرو الکترونیک سیرکتس هست، مال آقای دکتر سدرا. و همینطور دیزاین آف آنالوگ سیموس اینتگریتد سیرکت هست، مال جناب بهزاد رضوی هست، که کل مباحثی که ما در آموزش الکترونیک 3 به اونها میپردازیم در این 4 تا کتاب مرجعی که مشاهده میکنید وجود داره و این 4 تا کتاب اغلب سرفصلهای خیلی کاملتری در رابطه با علوم الکترونیک ارائه دادن که ما بخشی که مرتبط با الکترونیک 3 هستن رو، در واقع بخشی که خیلی مهم هم هستن رو، در این 4 تا کتاب انتخاب کردیم و در ادامه خدمتتان عرض خواهد شد. خب مطالبی که در این آموزش می‌خواهیم بهش بپردازیم، در فصل اول می‌خواهیم به تحلیل فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری بپردازیم. می‌خواهیم که اولا مشخصات فرکانسی المان های تقویت کننده ترانزیستور مثل سلف، خازن، مقاومت و غیره رو بررسی بکنیم و سپس بیایم تحلیلمون رو کامل‌تر بکنیم و تحلیل فرکانس بالا و فرکانس پایین رو انجام بدیم که این کار رو هم برای ترانزیستورهای دو قطبی و هم ترانزیستورهای اثر میدان انجام خواهیم داد. در فصل بعدی پایداری و جبران فرکانسی تقویت کننده‌های فیدبک رو ارائه خواهیم داد که میایم با استفاده از معیارهای حوزه زمان و فرکانس پایداری تقویت کننده‌های فیدبک رو انجام خواهیم داد و سپس هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس جبران فرکانسی رو انجام خواهیم داد. منظور از جبران فرکانسی این است که ممکنه که یک تقویت کننده ای که مثلا در الکترونیک 2 طراحی کردیم ممکنه که دارای مشخصات فرکانسی مطلوب نباشه، پس ما میتونیم با طراحی مدار فیدبک مناسبی میتونیم مشخصات فرکانسی اون رو اصلاح بکنیم. در فصل سوم به تقویت کننده های عملیاتی خواهیم پرداخت که میایم به تحلیل و طراحی تقویت کننده عملیاتی میپردازیم و همینطور میایم یک نمونه از تقویت کننده عملیاتی تجاری یعنی LM741 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به صورت کامل مدار داخلی اون رو تحلیل خواهیم کرد. دقت کنید که ما در الکترونیک 2 هم به تقویت کننده عملیاتی برخورد کردیم، اما نگاهی که در تقویت کننده عملیاتی در الکترونیک 2 داشتیم بیشتر به صورت بلک باکسی بود، یعنی ما با مدار داخلی این تقویت کننده کاری نداشتیم، اما در فصل سوم الکترونیک 3 به صورت کامل به مدارات داخلی این تقویت کننده ها و مسائل مرتبط با اون رو نگاهی خواهیم انداخت و در فصل آخر الکترونیک 3 هم به اسیلاتورها خواهیم پرداخت که در واقع روش های ایجاد سیگنال های پریودیک مثل سینوسی، مثلثی و مربعی رو در این فصل ارائه خواهیم داد. و نکته جالب این که در این آموزش سعی میکنیم که شبیه سازی ها هم در اورکاد به صورت در واقع موازی با مباحث تئوری انجام بشه که یک دید بهتر و با کیفیت بهتری آموزش رو بتونیم انشالله ارائه بدیم. پس در فصل اول الکترونیک 3 به تحلیل فرکانسی تقویت کننده ترانزیستوری میپردازیم. این تحلیل
به صورت کامل هم در فرکانس‌های بالا و هم در فرکانس‌های پایین انجام میشه و ما به صورت کامل یک مدل فرکانسی رو برای تقویت کننده هایی که به صورت ساده در الکترونیکی 1 و 2 طراحی کردیم رو ارائه خواهیم داد. خب ابتدا به تحلیل فرکانس پایین که یک تحلیل مشهورتر هست و در واقع یک دید مناسبتری نسبت به تقویت کننده ترانزیستوری به ما میده رو ارائه میکنیم. خب ما در اغلب تقویت کننده هایی که طراحی کردیم ما مقاومت داریم، خازن داریم و احیانا ممکنه که سلف رو هم داشته باشیم. خب مشخصه ای که یک مقاومت داره به این صورته که V مساوی با R ضرب در I که V ولتاژ دو سر مقاومت هست، R هم یک ثابتی هست به اسم مقدار مقاومت که واحد اون هم اوم هست و I هم جریان. خب این در واقع این رابطه به ما این رو میگه که یک مقاومت با توجه به اینکه R یک مقدار مثبتی هست و تابع فرکانس نیست، این رابطه به ما این رو میگه که برای یک مقاومت همواره ورودی و خروجی با هم همفاز هستند و نسبتشون هم یک مقدار ثابت هست که طبق قانون اوهم نسبت ولتاژ به جریان در یک مقاومت همواره ثابت هست و برابر مقدار آر هست. یعنی اگه ما بخوایم منحنی مشخصه جریان ولتاژ یک مقاومت رو رسم بکنیم به این صورته که در واقع یک خط گذرنده از مبدأ هست که شیب اون برابر آر هست. خب این منحنی مشخصه برای تمام فرکانس ها هست، یعنی مشخصه یک مقاومت تابع فرکانس نیست و فرقی نمی کنه که فرکانس خیلی پایین باشه و یا فرکانس خیلی بالا باشه. به هر حال ما این منحنی مشخصه رو برای یک مقاومت داریم. یک نمودار دیگر رو میتونیم برای مقاومت هم به این صورت رسم بکنیم که محور افقی برابر فرکانس باشه که واحد اون رادیان بر ثانیه هست و محور عمودی هم مقدار مقاومت. خب برای یک المان ساده مقاومت این منحنی مشخصه به صورت یک خط صاف هست، یعنی به ازای تمام فرکانس از فرکانس های خیلی پایین تا فرکانس های بالا همواره مقدار مقاومت یک مقاومت مقداری ثابتی هست. این در اصطلاح دقیق‌تر بگیم که امپدانس یک مقاومت همواره یک مقدار ثابت هست. اما بیایم خازن رو در نظر بگیریم. می‌دونیم که برای یک خازن جریان خازن از این رابطه به دست میاد. آی یعنی جریان خازن IC مساوی با C ضرب در مشتق ولتاژ خازن هست که ما اگه در حوزه لاپلاس بخوایم این رابطه رو بیان بکنیم IC برابر CS VC به دست میاد، یعنی این که تبدیل لاپلاس ولتاژ دو سر خازن به تبدیل لاپلاس جریان عبوری از خازن برابر یک مقداری که برابر یک تقسیم بر سی اس هست که اس در واقع در اینجا فرکانس هست. خب در این حالت اگه ما بیایم فرض کنیم که حالت سینوسی رو در نظر بگیریم، یعنی فرض کنیم که سیگنال ورودی به مداری که شامل خازن هست یک منبع سینوسی باشه، در این صورت به جای اس میتونیم از 2P F J استفاده بکنیم. این به جای S میتونیم از J اومگا استفاده بکنیم، یعنی بگیم C اومگا J که خود اومگا برابر 2P F هست. خب این رابطه F برابر فرکانس هست و C هم مقدار خازن هست و جی هم عدد موهومی هست. خب اگه ما بیایم اندازه رو بررسی بکنیم، یعنی اندازه وی سی آی سی رو در نظر بگیریم که برابر 2P اف سی هست،
خب در این رابطه می‌بینیم که اندازه امپدانس خازن تابع فرکانس هست و همینطور تابع مقدار خازن، که اگه ما مقدار خازن رو ثابت در نظر بگیریم در این صورت میتونیم یک منحنی مشخصه به این صورت این F باشه و محور عمودی هم اگه زد C باشه در این صورت اینجا مشخصه که ما اگه این منحنی مشخصه رو در یک صفحه F زد C رسم کنیم به صورت یک منحنی مشخصه هیپربولیک هست، به صورتی که اگه F رو برابر 0 قرار بدیم در این صورت زد C برابر بی نهایت به دست میاد و اگه F رو برابر بی نهایت بذاریم زد C برابر 0 به دست میاد. این در واقع نشون میده که امپدانس یک خازن وابسته به فرکانس است. در فرکانس های خیلی پایین امپدانس خیلی بزرگ هست و در فرکانس های خیلی بالا امپدانس خیلی کوچیک هست. و همینطور برای سلف هم میتونیم بررسی بکنیم. میدونید که ولتاژ یک سلف یعنی VL از رابطه L ضرب در DIL DT به دست میاد، که اگه ما بیایم در حوزه لاپلاس این رابطه رو بیان بکنیم VL S تقسیم بر IL S برابر L ضرب در S هست، که اگه بیایم حالت سینوسی رو در نظر بگیریم که به جای S 2PF J قرار بدیم در این صورت امپدانس سلف که تابعی است از فرکانس برابر میتونیم اندازه رو هم در نظر بگیریم اندازه رو در نظر میگیریم در این صورت ZL F اندازش برابر 2P L ضرب در F هست، که میتونیم منحنی مشخصه امپدانس سلف رو هم به این صورت رسم بکنیم. ZL که در فرکانس صفر مقدارش برابر صفر هست و به صورت خطی با شیب 2PL شروع به افزایش میکنه. واحد F هم برابر هرتز هست و واحد ZL هم برابر اوم هست. خب در این حالت میبینیم که اگه F رو برابر صفر قرار بدیم ZL برابر صفر به دست میاد و اگه F رو برابر بی نهایت در نظر بگیریم در این صورت ZL هم برابر بی نهایت به دست میاد. خب پس اینجا مشخصه که صفر در واقع در تحلیل‌های قبلی که در رابطه با مدارات خازنی و سلفی انجام میدادیم ممکنه بود که مثلا با این جملات به صورت مکرر برخورد کرده باشید که خازن رو ما در تحلیل تقویت کننده ها اتصال کوتاه در نظر میگیریم و سلف رو مدارباز در نظر میگیریم. این در واقع به شرطی است که در رابطه با خازن فرکانس خیلی بالا باشه و که بتونیم اون رو اتصال کوتاه فرض بکنیم و در رابطه با سلف هم باید فرکانس خیلی بالا باشه که بتونیم اون رو به صورت مدارباز در نظر بگیریم. خب در اینجا یک تقویت کننده امیتر مشترک رو مشاهده می‌کنید با استفاده از ترانزیستورهای دو قطبی که در الکترونیک یک و الکترونیک دو به صورت کامل با این ساختار آشنا شدیم و این ساختار میتونه یک بهره ولتاژ مناسبی رو برای ما ایجاد بکنه. خب بررسی کردیم که ما اگه بیایم وی این رو به صورت مستقیم به بیس بدون استفاده از خازن به بیس ترانزیستور دو قطبی متصل بکنیم این باعث میشد که مقادیر دی سی اس سیگنال ورودی بر روی ولتاژ بیس ترانزیستور اثر بگذاره، درنچه باعث میشه که نقطه کار ترانزیستور هم تغییر بکنه. اما برای اینکه این مشکل رو برداریم، یعنی که مقادیر دی سی وی این به سمت بیس ترانزیستور منتقل نشه، اومدیم از خازن کوپلاژ سی 1 استفاده کردیم. و همینطور یک نکته دیگه ای که بررسی کردیم این بود که ما در امیتر برای اینکه یک پایداری نسبی حرارتی برای نقطه کار ترانزیستور به دست بیاریم
لازمه که در امیتر ما از یک مقاومت RE استفاده بکنیم که این RE باعث میشد که پایداری حرارتی برای ترانزیستور ایجاد بشه. اما این مقاومت RE یک مشکلی که به وجود می آورد باعث میشد که بهره تقویت کننده از V این به V out که در اینجا قرار داره کاهش پیدا بکنه، که برای رفع این مشکل اومدیم از خازن بایپس C2 استفاده کردیم، که این خازن کاری که میکنه اینه که از نظر DC RE وجود داشته باشه اما از نظر AC C2 وجود نداشته باشه، که ما در تحلیل فرض میکردیم که در تحلیل الکترونیکی 1 و 2 فرض میکردیم که C2 در تحلیل AC به صورت اتصال کوتاه هست، در نتیجه به صورت مجازی میتونستیم امیتر رو زمین فرض بکنیم. اما در این آموزش نشون خواهیم داد که این فرض ممکنه که در واقع همواره صادق نباشه و باید یک تحلیل دقیق‌تر رو ارائه بکنیم. خب و همینطور اومدیم در خروجی هم برای اینکه RL از نظر DC بر روی ولتاژ کلکتور امیتر تأثیری نداشته باشه، اومدیم باز هم از خازن کوپلاژ C3 استفاده کردیم، که از نظر DC RL رو از تقویت کننده جدا میکنه، ایزوله میکنه، و از نظر AC RL به صورت موازی شده با RC در میاد. خب اگه ما بیایم مدل سیگنال کوچیک رو بر اساس الکترونیک 1 و 2 برای این تقویت کننده رسم بکنی به این صورت به دست میاد. چون C2 رو ما فرکانس رو بالا در نظر میگیریم، C2 به صورت اتصال کوتاه شده هست، چیز امیتر زمین میشه، C1 هم اتصال کوتاه هست، پس وی این به صورت مستقیم به بیس ترانزیستور اعمال میشه و مقاومتی که در کلکتور ترانزیستور هم قرار میگیره برابر RC موازی با RL هست، و بهره رو به راحتی ما برابر GM RC موازی با RL به دست آوردیم. این بهره‌ای که در اینجا به دست اومده بر این فرض استوار هست که فرکانس خیلی بالا هست، به صورتی که بتونیم C1 تقسیم بر CS که امپدانس خازنه ها هست به سمت صفر میل بکنه. خب بیایم فرض کنیم که مقدار C برابر 100 میکروفاراد باشه. در این صورت اگه ما بیایم فرکانس رو برابر 1 کیلوهرتز در نظر بگیریم، در این صورت امپدانس خازن اندازه امپدانس خازن برابر 1 تقسیم بر 2PF که F برابر 1 کیلوهرتز است برابر 10^3 هست، ضرب در مقدار ظرفیت خازن که برابر 100 میکروفارد هست که بر حسب فارد برابر 10^-4 هست، که اگه بیایم ساده سازی ها رو انجام بدیم این برابر 5 تقسیم بر پای اوم هست، که به صورت تقریبی میتونیم اینو برابر 1.6 اوم در نظر بگیریم. خب یعنی این که ما در امیتر این حالت رو داریم، یک مقاومت RE داریم که اغلب مقاومتی ممکنه که در اوردر 1 کیلو اوم باشه، و یک مقاومتی به اندازه 1.6 اوم در دو سر این متصل هست. خب معادل این دوتا برابر خود یک مقاومت هست، که با توجه به اینکه مقاومت 1.6 خیلی کوچکتر هست، پس RE موازی با 1.6 همون 1.6 میتونیم در نظر بگیریم. خب مقاومت 1.6 هم یک مقاومت خیلی کوچیکی هست، و برای اینکه تحلیل راحت تر بشه میتونیم اصلا از مقاومت 1.6 هم صرف نظر بکنیم، بعدن چه اینو به صورت یک سیم مدل بکنیم. وقتی که به صورت سیم مدل کردیم در نتیجه امیتر به زمین، به این صورت امیتر به زمین متصل میشه و میتونیم به راحتی تحلیل رو انجام بدیم و بهره رو به دست بیاریم. اما بیایم فرکانس رو خیلی پایین در نظر بگیریم، یعنی فرض کنیم که فرکانس برابر 10 هرتز است. در این صورت ZC برابر 16 اوم به دست میاد، در واقع برابر 160 اوم به دست میاد، چرا که F رو اگه ما 1 کیلو هرتز در نظر بگیریم، امپدانس برابر 5 تقسیم بر پای که همون 1.6 اوم هست تقریبا به دست میاد. اگه F رو
100 برابر کوچکتر کنیم، امپدانس 100 برابر بزرگتر خواهد شد. پس ZC برابر 160 اوم خواهد شد. پس در این حالت ما در امیتر یک مقاومت RE داریم که یک مقاومت 160 اومی در دو سر این قرار بگیره، که در این حالت ممکنه که موازی شده RE با 160 اوم که از خود 160 اوم هم یک مقداری کوچکتر هست، در این صورت ممکنه که از مقدار صفر یک در واقع اختلاف خیلی زیادی رو داشته باشه. این در واقع ما اگه فرض کنیم که RE رو برابر 1 کیلو در نظر بگیریم، در این صورت معادل 160 اوم موازی با 1 کیلو اوم هم میتونیم هم تقریبا مثلا 150 اوم در نظر بگیریم، که 150 اوم رو ما در تحلیل AC مدار نمیتونیم برابر 0 در نظر بگیریم و باید بیایم نقش مقاومت 150 اوم رو هم در بهره باید به دست بیاریم. و همینطور در این تقویت کننده سورس مشترک با استفاده از ترانزیستور اثر میدان هم میتونیم اثر خازنهای C1, C3 و C2 رو بررسی بکنیم. میایم فرض میکنیم که تمام خازنها دارای مقدار 100 میکروفاراد هستند. GM رو برابر با 10 میلی اس در نظر میگیریم و RD رو 1 کیلو اوم و RL رو 100 کیلو اوم و RS رو برابر با 100 اوم در نظر میگیریم. خب در اینجا ما اگه بیایم فرکانس رو به اندازه کافی بزرگ انتخاب بکنیم که خازنها اتصال کوتاه بشند، در این صورت سورس ترانزیستور به زمین متصل میشه و بهره به دست میآید. بهره برابر هست با GM ضرب در RD موازی با RL. RD 1 کیلو و RL 100 کیلو هست که موازی 1 کیلو با 100 کیلو میتونیم همون 1 کیلو در نظر بگیریم و 1 کیلو هم ضرب در 10 میلی اس بشه، برابر با 10 به دست میآید. این در واقع بهره به شرطی که فرکانس به اندازه کافی بالا باشد. اما مثلا اگه بیایم فرکانس رو 1 کیلوهرتز در نظر بگیریم، در این صورت امپدانس خازنها طبق مسئله قبلی هم برای فرکانس 1 کیلوهرتز، امپدانس خازنها برابر هست با 5 تقسیم بر پی که تقریبا برابر هست با 1.6 او، برابر هست با 1.6 او. در نتیجه در این حالت بهره به این صورت به دست می آید. بهره برابر هست با، خب چون آرجی اغلب مقدار خیلی بزرگی در اوردر مگا اوم هست، میتونیم فرض بکنیم که وی این به صورت کامل به سورس ترانزیستور جیفت منتقل میشه. خب بهره برابر هست با امپدانس هایی یا مقاومت هایی که ما در درین میبینیم، یعنی آردی موازی با امپدانس خازن سی به علاوه RL تقسیم بر امپدانس هایی که ما در سورس میبینیم که برابر هست با 1 تقسیم بر GM به علاوه RS موازی با امپدانس C2 که برابر با Z2 هست. در این حالت ببینیم بهره چقدر میشه. RL چون برابر با 100 کیلو اوم هست، به علاوه Z3 که برابر با 1.6 اوم هست، میتونیم همون 100 کیلو در نظر بگیریم و 100 کیلو اوم هم موازی با RD که 1 کیلو اوم هست، میتونیم برابر با همون 1 کیلو اوم در نظر بگیریم و در مخرج 1 تقسیم بر GM برابر با 1 دهم هست و 1 دهم کیلو اوم واحدش کیلو اوم هست و همینطور RS موازی با Z2. خب RS برابر با 100 اوم هست و Z2 برابر با 1.6 اوم که معادل موازی 1.6 اوم با 100 اوم رو میتونیم همون 1.6 در نظر بگیریم. 1.6 اوم. سرعت برابر 1 کیلو اوم یا 1000 اوم هست و مخرج هم برابر هست با 1/10 کیلو اوم یا 100 اوم به علاوه 1.6 اوم هست. پس نتیجه برابر هست با 1000 تقسیم بر 101.6.
که در نهایت حاصل تقسیم برابر هست با 9.84. نشون میده که در واقع با فرکانس 1 کیلو اوم بهره 10 نیست، بلکه برابر هست با 9.84. مثلا اگه بیایم فرکانس رو 100 هرتز در نظر بگیریم، در این حالت امپدانس خازن ها تقریبا 10 برابر 1.6 هست، یعنی برابر هست با 16 اوم. خب در این حالت در صورت هیچ اتفاقی نمیفته، چون در واقع امپدانس خازن CSA با RL جمع میشه و RL چون خودش مقدار خیلی بزرگی هست و همینطور معادل امپدانس RL با امپدانس ZSA موازی با RD میشه و RD مقدار کوچیکی هست، برابر با 1 کیلو اوم هست، در نشه صورت همواره میتونیم تقریبا برابر با 1 کیلو اوم در نظر بگیریم. مخرج تغییر میکنه، مخرج برابر هست با 1/10 کیلو به علاوه امپدانس RS موازی با امپدانس Z2. RS برابر با 100 اوم هست و امپدانس ZC برابر با 16 اوم هست که در این حالت معادل موازیشون، یعنی 16 اوم موازی با 100 اوم برابر هست با 1600 تقسیم بر 116 که برابر با 13.79 هست. 13.79 اوم که بهره کلی برابر هست با 1000 تقسیم بر 0.1 کیلو اوم برابر با 100 اوم هست. خب 100 اوم هم به علاوه 13.79 میشه و 113.79 اوم به دست میآید و بهره در این حالت برابر هست با 8.788. خب میبینیم که فرکانس رو 100 هرتز کردیم، بهره تقریبا به اندازه 1.2 کمتر شد و طبیعتا هرچی بیایم فرکانس رو کمتر بکنیم میتونیم بررسی بکنیم که بهره کمتر و کمتر میشه. پس در اینجا با این دوتا مثالی که بررسی کردیم تأثیر خازنهای بایپاس و کوپلاژ رو بررسی کردیم. خب طبیعتا هرچی مدار پیچیده تر بشه ما در واقع به صورت مستقیم نمیتونیم دقیقاً تأثیر فرکانس رو بررسی بکنیم. برای بررسی دقیق‌تر تأثیر فرکانس در تقویت کننده ها از نمودارهای بوده استفاده میکنن که در درس‌های مختلفی مثل کنترل خطی، سیگنال ها و سیستم ها و درس مدارهای الکتریکی 2 هم به وفور با اون آشنا هستین و ما در ادامه هم می‌خوایم که با استفاده از تحلیل های نمودارهای بوده بیایم رابطه بهره تقویت کننده رو بر حسب فرکانس بنویسیم. خب اگه به این مدار دقت بکنین سیگنال VIN که در ورودی تقویت کننده قرار گرفته ابتدا باید بیاد از یک مدار RC در این قسمت عبور بکنه، از این مدار RC باید عبور بکنه تا وارد تقویت کننده اصلی بشه و همینطور در سورس هم باز هم ما یک مدار RC داریم و در درین هم باز هم دقیقاً یک مدار RC وجود داره. پس در تقویت کننده ها مدارات RC چه به صورت فیلتر بالا گذر و چه به صورت فیلتر پایین گذر اغلب خیلی زیاد وجود دارند، در نتیجه بهتر هست که ما به تحلیل دقیق‌تر فرکانسی مدارات RC بپردازیم و سپس به تحلیل تقویت کننده های ترانزیستوری بپردازیم. در اینجا یک مدار RC رو مشاهده می‌کنید که خروجی برابر ولتاژ خازن هست که به صورت سری با یک مقاومت R قرار گرفته و ورودی هم برابر VIN هست. خب اگه بخوایم نسبت خروجی به ورودی رو به دست بیاریم کافیه که یک تقسیم ولتاژ بین امپدانس R و امپدانس خازن به دست بیاریم. خب امپدانس مقاومت R برابر در همه فرکانس ثابت و برابر R هست و امپدانس خازن C هم برابر 1/CS هست. پس نسبت VO به VIN برابر امپدانس خازن تقسیم بر امپدانس خازن به علاوه امپدانس مقاومت هست که جایگذاری رو انجام بدیم به این صورت به دست میاد 1/RCS. خب اینجا مشخصه که بهره وابسته به فرکانس هست. اگه ما
فرکانس رو صفر قرار بدیم، در این صورت این بهره برابر یک به دست میاد و اگه فرکانس رو برابر بی نهایت در نظر بگیریم، بهره برابر صفر به دست میاد. مشخص هم هست که وقتی که ما فرکانس رو برابر صفر قرار میدیم، باعث میشه که خازن مدارباز بشه، چرا که در تحلیل دی سی خازن فرض میکردیم که خازن مدارباز هست. وقتی که خازن مدارباز باشه، در این صورت جریانی در مدار ایجاد نمیشه، در نتیجه تلفات ولتاژ هم در دو سر مقاومت آر ایجاد نخواهد شد و در نتیجه وی او و وی این با هم برابر هستند. و وقتی که فرکانس بی نهایت باشه، و باعث میشه که امپدانس خازن صفر بشه. وقتی که امپدانس خازن صفر شد، انگار این که در واقع ما خازن رو با یک سیم به این صورت مدل بکنیم، در نتیجه خروجی به زمین متصل خواهد شد. پس میتونیم این رابطه رو نتیجه بگیریم که اگه بخوایم به صورت دقیق‌تر هم رسم بکنیم، از پاسخ فرکانسی استفاده میکنیم. خب میام اس رو برابر اومیگا جی قرار میدیم که خود اومیگا هم برابر دو پی اف هست. در این صورت وی او به وی این که تابعی هست از فرکانس برابر یک تقسیم بر یک به علاوه آر سی اومیگا جی به دست میاد، که مشخصه که در واقع این یک عدد مختلط هست و ما اگه بخوایم که یک تابع مختلط رو رسم بکنیم بر حسب پارامتر اون که در اینجا اومگا هست، میاییم از منحنی های دامنه و فاز استفاده میکنیم که در واقع به مجموعه منحنی دامنه و فاز یک تابع مختلط پاسخ فرکانسی گفته میشه. خب اندازه وی او به وی این رو اگه ما به دست بیاریم، این یک عدد مختلط هست، برابر اندازه صورت هست که برابر یک هست تقسیم بر اندازه مخرج، که اندازه مخرج هم به این صورت به دست میاد، آر سی اومگا به توان دو. و همینطور فاز رو هم میتونیم به دست بیاریم، فاز وی او به وی این. خب این فاز صورت برابر صفر هست و برای یک عدد مختلط که به صورت کسری هست، فاز کلی برابر فاز صورت منهای فاز مخرج هست. خب فاز صورت برابر صفر هست و فاز مخرج هم برابر تانژانت به توان منهای یک یا آرک منهای آرک تانژانت آر سی اومیگا هست. پس میتونیم در یک صفحه که محور افقیش فرکانس هست، که میتونه واحدش رادیان بر ثانیه باشه و یا کیلو رادیان بر ثانیه و یا مگا رادیان بر ثانیه باشه، بستگی به این که R و C با چه واحدهایی استفاده بشه، هر کدوم از اینها درست است. اگه R و C بر حسب اوهم و فاراد باشه، در این صورت واحد رادیان بر ثانیه میشه. اگه R بر حسب کیلو و سی بر حسب میکروفاراد باشه، در این صورت اومگا بر حسب واحد کیلو رادیان بر ثانیه هست. و در صورتی که آر بر حسب کیلو اوم باشه و سی بر حسب پیکوفاراد باشه، در این صورت واحد و سی هم بر حسب نانوفاراد باشه، در این صورت واحد اومگا هم مگا رادیان بر ثانیه هست. خب اگه بیایم منحنی اندازه و فاز رو رسم بکنیم، در منحنی اندازه اگه بیایم اومگا رو برابر صفر قرار بدیم، یعنی فرکانس صفر باشه، در این صورت بهره برابر یک به دست میاد. و اگه بیایم اومگا رو برابر بی نهایت در نظر بگیریم، بهره برابر صفر به دست میاد. پس انتظار داریم که از یک شروع بشه و به سمت پایین بیاد تا بهره برابر صفر بشه. این اندازه بهره هست. و فاز هم اگه ما فرکانس اومگا رو برابر صفر قرار بدیم، فاز برابر صفر هست. و اگه فرکانس رو بی نهایت در نظر بگیریم، فاز برابر منهای تانژانت به توان منهای یک بی نهایت به دست میاد، که برابر منهای 90 درجه هست. پس انتظار داریم که منحنی فاز هم
یک همچین شکلی داشته باشه. از زاویه صفر شروع میکنه و به زاویه منهای 90 درجه در انتها ختم خواهد شد. خب اگه بیایم اومگا رو برابر آر سی قرار بدیم، یعنی فرض میکنیم که اومگا در واقع اومگا رو برابر یک تقسیم بر آر سی در نظر بگیریم، در این صورت آر سی اومگا برابر یک هست، در این صورت بهره برابر یک تقسیم بر رادیکال دو به دست میاد. به این بهره در واقع به این فرکانس، فرکانس حیاتی هم گفته میشه و پهنای باند این فیلتر رو یا این تاب تبدیل رو مشخص میکنه. پس اینجا اومگا سی هست که اگه در واقع فاز هم به دست بیاریم، در اینجا آر سی اومگا برابر یک هست، پس منهای تانژنت به تان منهای یک یک برابر منهای 45 درجه به دست میاد. خب میدونیم که در دروس مختلفی خوندیم که این یک فیلتر پایین گذر هست، یه لاوپس فیلتر یا فیلتر پایین گذر هست که داره فرکانس قطع اومگا سی هست. یعنی برای این فیلتر فرض میکنیم که فرکانس های کمتر از اومگا سی کاملا بدون هیچ گونه تضعیفی عبور کرده اند و فرکانس های بالاتر از اومگا سی کاملا اثرشون در خروجی از بین رفته. یعنی ما یک مدلی به این صورت میتونیم به عنوان یک مدل ایدئال یک فیلتر پایین گذر در نظر بگیریم که داره فرکانس قطع اومگا سی هست که اومگای سی هم برابر هست با یک تقسیم بر آر ضرب در سی. خب بیایم جای خازن و مقاومت رو عوض بکنیم. در این حالت وی او به وی این برابر امپدانس مقاومت هست تقسیم بر امپدانس مقاومت به علاوه امپدانس خازن، که جایگذاری رو انجام بدیم و ساده کنیم به این صورت به دست میاد. و اگه در حوزه فرض کنیم که مدار رو در حالت سینوسی هم فرض بکنیم، اس رو برابر اومگا جی فرض میکنیم، در این صورت وی او نسبت وی او به وی این که بر حسب فرکانس هست برابر آر سی اومگا جی تقسیم بر یک به علاوه آر سی اومگا جی به دست میاد، که بازم مشخصه که این رابطه تابع مختلط هست و باید بیاییم فاز و دامره رو استخراج بکنیم و بر حسب فرکانس رسم بکنیم. خب اندازه ای وی رو به دست بیاریم برابر اندازه صورت تقسیم بر اندازه مخرج هست، که اندازه صورت برابر آر سی اومگا هست و اندازه مخرج هم برابر یک به علاوه آر سی اومگا به تان دو هست و فاز هم مشخصه که برابر فاز صورت منهای فاز مخرج هست. خب صورت یک عدد کاملا مهمی هست و ضریب جی هم مثبت هست، پس فازش برابر 90 درجه هست و فاز مخرج هم برابر منهای آرک تانژانت آر سی اومگا هست. پس اینجا مشخصه که اگه ما بیاییم اومگا رو برابر صفر قرار بدیم، در این صورت اندازه بهره برابر صفر به دست میاد و فاز هم برابر 90 درجه به دست میاد. و اگه اومگا رو برابر بی نهایت در نظر بگیریم، در این صورت اندازه AV برابر 1 به دست میاد و فاز هم برابر صفر به دست میاد، که ما در یک منحنی مشخصه میتونیم این دوتا رو بر حسب هم رسم بکنیم. خب اینجا فرض میکنیم که واحد اومگا رادیان بر ثانیه باشه و اندازه AV و فاز AV رو در یک صفحه میتونیم با هم بر حسب هم رسم بکنیم. خب اینجا مشخصه که فرکانس در فرکانس صفر بهره برابر صفر هست، بهره برابر صفر هست و در بی نهایت، یعنی در اومگا مساوی بی نهایت، بهره برابر یک هست. یعنی اینو تقریبا به این صورت برابر یک در نظر میگیریم. پس از اومگا مساوی با صفر هرچی فرکانس رو بیشتر میکنیم بهره
زیادتر و زیادتر میشه تا اینکه به مقدار نامی 1 برسه. و همینطور فاز هم رسم بکنیم، در ابتدا فاز برابر 90 درجه هست. در ابتدا فاز برابر 90 درجه